فساد نهادینه شده در جمهوری اسلامی کار رو به جایی رسونده که یکی از متهمان اصلی اختلاس چای دبش برای شرکت در انتخابات مجلس تایید صلاحیت میشه. ریشه این فساد سیستماتیک و گسترده در کجاست؟ بله، درود به شما و بینندگانتون. بذارید یک مقدار بازه زمانی رو عقب‌تر ببریم. شما وقتی کتاب خاطرات رفسنجانی رو میخونی، خب اونجا به طور مثال از فسادی که در خودروسازی و بهزاد نووی که حالا از سازمان مجاهدینه و بعد یه دوره هم ربط و دبط داشت با موسوی سخن میگه. یعنی میخوام بگم که اساساً جمهوری 57 گفتمانش گفتمان اشغالگرانه و استعماری بوده، یعنی به اون معنا که آنچه که انجام داده ضد در واقع ساختار بوده، ضد پروتکل بوده، ضد قانون بوده و اساساً نیامده که توسعه رو در ایران به وجود بیاره، بلکه به عکس آمده است که زیر ساخت توسعه رو از بین ببره و تاراج کرده. به طور مثال بزرگترین تاراجی که در جمهوری اسلامی شاید رخ داد همون اوایل انقلاب بود در قالب اون مصادره های بی حساب و کتابی که خب از کارآفرینان و اخشاری که به هر حال تلاش کرده بودن صنعتی رو ایجاد کرده بودن انجام شد. وقتی این ادامه پیدا میکنه نمیتونیم پیکان رو به سمت فقط یک دولت ببریم. شما فولاد مبارکه رو نگاه کنید در دولت روحانی، هر دولتی که روی کار آمده عملا آمده است که چپاول کنه. علت اصلی رو هم من وقتی اگر بخوام مثال بزنم، یه خود خارج از میدیوم در واقع ایران نگاه کنید، به افغانستان اونجا هم این اتفاق افتاده. ببین اولا حکمرانی هایی که نتوانن مشارکت سیاسی ایجاد کنن، مشارکت سیاسی یعنی تمام طرز فکرها، تمام باورهای سیاسی جامعه باید در اون ساختار حذف میشه. وقتی این اتفاق نمیفته ساخت افرادی که حالا عقب زده میشن ساختار رو باش هویت سازی نمی کنن. افرادی هم که درون سیستم هستن خودشون رو اصلا در مقام پاسخگویی یا در مقام در واقع کسی نمیدانن که قرار جایی پاسخ بده درش میان و تاراج میکنن، کاری که در این چند دهه، یعنی از روزی که گفتم جمهوری اسلامی روی کار آمد تا امروز ادامه داشته، فقط حجم میشه بزرگتر میشه، ساختارها در واقع این امکان رو به وجود میارن برای که اون دیگه نظارت های حد درقلی هم کنار گذاشته میشه، خود حتی مقام ناظر مثل اون فساد عجب غریبی که در خود قوه قضاییه بود و اونها هم کنار زده میشه و این ساختار در هم تنیده میشه و از یک فساد سیستماتیک که به نظرم مال پیشا در واقع دورانی است که ما الان صحبت میکنیم، عملا الان ما وارد یک فساد کلان شدیم. یعنی کل ساختار مثل یک سیاه‌چاله است که هرچه منابع در سیستم وجود داره رو داره میمکه و جذب میکنه برای حالا برای اون گروهایی که خودشون در واقع به نوعی دارن زینفن یا برای ترویج افکارشون در منطقه. آقای احمدی، ابعاد اختلاس ها در سالهای اخیر از سالهای پیش تا الان هر بار چندین برابر نجومی تر شده، کار به جایی رسیده که باید اعداد و ارقام تازه تولید بشه برای اینکه بشه حجم رقم این اختلاس ها رو بیان کرد برای مردم. در یک دقیقه خواهش میکنم بفرمایید اقتصاد رو به فروپاشی ایران تا کجا میتونه این فساد رو تحمل کنه؟ ببینید عملا وقتی نگاه بکنیم به بودجه سال 1403 کاملا اون سیگنال‌هایی که اقتصاد جمهوری اسلامی یک اقتصاد منهدم شده است وجود داره و الا برای اینکه نمیتوانند وارد حوزه اقتصاد آزاد بشن، نه زیر ساختشو دارن نه اون امنیت سرمایه گذاری رو ایجاد میکنن که سرمایه گذاری خارجی وارد ایران میشه. صنعت ایران هم که 44 سال اصلا بروز نشده و اصلا امکان رقابت بازار آزاد در ایران به وجود نیامده. در اصل همونجوری گفتم همه چیز بر پایه مصرفه. اقتصاد جمهوری اسلامی روز یک بحران نیست، بلکه عامل همه بحران هایی است که درش تورم هست، درش اون به طور مثال فساد بازنشسته در صندوق بازنشسته است که امروز هر روز داریم اعتراضات و اعتصاباتش رو می‌بینیم و این به نظرم در سال آینده بسامدش بسیار بزرگتر میشه و تمام اون حلقه های باقی مانده از کارآفرینی در ایران رو هم با توجه به اون اتفاقی که در حوزه مالیات میاد به وجود میاد رو در واقع از شما سپاسگزارم. عبدالرضا احمدی، کارشناس مدیریت اقتصادی که از فرانکفورت آلمان با ما بودن.